سلام و درود به کانال یوتیوب یوسف باربر خیلی خوش اومدین در این ویدیو به شما آموزش سشوار کردن موهای کلاسیک یا همون ساده رو آموزش میدم بعضیا توی مدل های کات و آندرکات و اینا خیلی راحت سشوار میکشن ولی به مدل ساده که میرسن وای سشوار میکنن میبینن که این بغلا رو درست نمیتونن حالت بدن حالا اگر درست هم کوتاه شده باشه موها کاتشون درست باشه ولی خب برای حالت دهیش، تکنیک خاص خودشو داره و باید یه سری نکات بدونید اگر شما هم شما که دارید این ویدیو رو بینید مدل کلاسیک همون ساده رو به بالا رو میزنید حتما این ویدیو رو نگاه کنید و شمای که آرش گرید و میخواید برای مشتری این حالت رو انجام بدید حالت دیو انجام بدید حتما این ویدیو رو نگاه کنید خیلی نکات مفیدی داره و به دردتون میخوره فقط قبل از اینکه این ویدیو رو نگاه کنید حتما اون چنل رو اگه ساب ندارید سابش کنید زنگوله هم بزنید که ویدیو جدید میذارم شما در جریان باشید و با خبر بشید. قبل از اینکه برین سراغ ویدیو، باید یه سری نکات رو خدمتتون عرض کنم. یکیش اینه که وقتی مشتری میاد پیش شما و حالا همون بوده بعدش اومده ماش هیچ حالتی نداده، اومده پیش شما، شما آرشگر و ماش کاملا خوش شده میگه حالت بده. شما حتما باید قبلش سرشو بشورید. چرا؟ چون اگر هر کاری کنی مو دیگه حالت نمیگیره. و یا شمای که داخل خونه اید همون کردین یا سرتون شستین مثلا 7 ساعت بعد میخوای حالت بدی یا چند ساعت بعد میخوای حالت بدی و موت کاملا خوش شده رطوبتش از دست داده شما دیگه موهاتون اون حالتی که میخواید رو نمیگیره پس حتما باید بهش حالت بدین یعنی بعد از شستن سرتون حتما به مو حالت بدین و اینکه اگر میخواید موهاتون با سشوار سشوار کشیدن آسیب نبینه حتما از کرم قبل سشوار یا اسپری دو استفاده کنید بزنید به موها و بعد سشوار کشی کنید که رطوبت موهاتون رطوبتش از دست نده مخصوصا اونایی که موهای بلند دارن همینجوری خوش به خوش شروع نکن سشوار کردن یه مقدار خیسش کن با اسپری دو فاز یا کرم و این دو خیلی مهم بود بریم سراغ سشوار کشی حالا سشوار کشی رو باید چجوری انجام بدیم اول اینکه باید به خوابمون توجه کنیم خوابمون چیه؟ ببینید توی پیچ سر این قسمت پشت سر هر کسی یه پیچی داره یه پیچ سری داره حالا بعضی دو تا پیچ سر دارن ولی اکثرا یه پیچ سر دارن این پیچ سر به هر سمتی میره این خوابمون تو کل موهای سر و بدن و ریش اعمال میشه یعنی اگر این قسمت موها به این شکل پیچ خورده دیگه همین جوری موها تو کل سر ریش و بدن به همین سمت خواب دارن حالا اگر مثلا این پشت سر رو به این سمت تاب خورده باشه میبینید که یه سمت سر موهاش رو به جلو خوب میخوابه ولی مثلا این یکی چون پیچ رو به این وره دیگه این یکی رو به جلو نمیخوابه رو به عقب میخوابه پس برای مدل مدل موهای ساده دقت کنید که خواب موهاشون به چه شکله بعضی از موهای ساده که شما رو به عقب سشوار میکنید اگر خواب روش رو به پایین باشه شما بیایید رو به بالا سشوار کنید اینجوری سیخ میشه بیرون اوکی پس نگاه کنید ببینید رویشش رو به کدوم بره خوابش رو به کدوم بره و اگر اینجوریه شما به همون شکل شروع کنید سشوار کشیدن اگر رو به مستقیم میخوابه میتونید مستقیم سشوار کنید اگر رو به بالا میخوابه به این شکل شما به همین طرف سشوار کنید حالا برای بالای مو باید چه کار کنید در قسمت بالای سر موها رو کاملا رو به جلو شونه کنید برس کشی کنید و از قسمت تاج سر تاج سر کجاست؟ اینجا من اینو در بیارم شما کاملا ببینید اینجا از اینجا میاید و سشوار کشی رو شروع میکنید و همین جوری ردیف به ردیف شروع میکنید میاید جلو به سمت جلوی سمت قسمت فرانتال می سشوار کشی رو انجام میدید نیایید مستقیم از همینجا سشوار کنید سشوار میکنید میبینید اینجا ها درست حالت نگرفته پس حتما از قسمت تاج سر شروع کنید سشوار کردن و ردیف ردیف یک جلو حالا اگر مو صاف بود که راحت روی مو میندازی و میای جلو اگر موها موجدار بود و میخواستی صافش کنی یا فر بود میخواستی صافش کنی چیکار باید کنی برسو من این بیارم بالاتر میندازی کجا؟ میندازی زیر مو خم کنم اینو ببینید شما کجا میندازید؟ میندازید زیر مو و سشوار رو روی برس قرار میدید ببین این باد سشوار دهن سشوار باید چسبیده باشه و حرکت کنه با فاصله اینقدی بخوای حالت بدی حالت نمیگیره مخصوصا برای موهایی که خیلی فره ولی خب اندازه داره حرکت ما یعنی جوری نباید باشه که شما اینقدر نگهش دارید مو رو بزنید بسوزونید یا اینقدر سری حرکت کنید که مو حالت نگیره نسبت به جنس مو همون یه تیکه قسمت مو رو که حرکت میدی باید متوجه بشی که این مو با چه میزان سرعت حرکتی چی شده صاف شده و در ادامه با همون میزان حرکت ادامه پیدا کنه خب همونطور که گفتم برای صاف کردن شما برسو میندازید زیر مو ردیفی و ببینید رفت زیرمون رویمون نرفت زیرمون برای صاف کردن و حرکت و دوباره ردیف بعدی دوباره ردیف بعدی تا همینجور بیای جلو ده ردیف میشه ردیف به ردیف لایه به لایه سشوار میکنی میای جلو حالا توی قسمت جلوی سر تو میخوای پف بندازی توی مو نمیتونی مثل این اه... چی بهش میگن یه اصطلاحی هست انگار گاولیس زده جلوی موها رو همینجوری بیای اینجوری سشوارش کنی بخوابه اینجوری خب این حالت حالت بدی میگیره دیگه مو باید چیکارش کنی باید این مقدار بهش پف بدی چطوری باید بهش پف بدی دیگه اینجا شما اومدی چیکار کردی حالا موها یا صاف بوده یا مجدار بوده اومدی صاف کردی سشوار کردی حالا میخوای این قسمت رو پف بدی چطوری باید بهش پف بدی این مانکن خوشگلمون رو میارم نزدیک دوربین ببینید شما این برس پیچو می میندازی توی مو توی مو یعنی روی مو میندازی داخل نه داخل نه میای روی مو میندازی و با انگشتات ببین برس چطور تاب میدی ببین مو چطور حالت میگیره اینجوری میشه مو وقتی برس رو میندازی روی مو تاب میدی به این شکل میشه و شما این سشوارت میاد و کجا قرار میگیره همون جایی که موها شکستگی پیدا کرده با برس به این شکل و برس همین جوری که داره میاد بالا سشوارم دنبالش حرکت میکنه و مو ببین ما هنوز سشوار رو روشن نکردم مو اینجا حالت گرفت قوس گرفت و مو میبینید اینجوری قوس میگیره و به اصطلاح پف میشه می موها برای موهای پومپادور اینایی که جلوی موهاشون پف داره این مدل حیاتیه اگه انجام ندید اصلا پف نمیگیره پس دوباره امتحان میکنیم برس رو میندازیم روی مو با انگشتا و انگشتای من دقت کنید و پیچش برس برس رو به این شکل تاب میدیم و دهنه سشوارمون چسبیده به برس جایی که موها شکستگی ایجاد شده و برس در حال حرکته اینو باید خیلی دقت کنید چرا؟ به خاطر اینکه اگر این برس همینجوری وایسه و باد سشوار همینجوری ایستاده به مو بخوره موها میشکنه دیگه دیگه قوس بر نمیداره میاد تا اینجا بعد اینجوری شکستگی ایجاد میشه توی مو پس برای اینکه قوسش رو درست در بیاریم باید سشوار و برس همزمان با هم حرکت کنن و میبینید که موها خیلی راحت جلوش پف میشه و اون قوسی که میخوای توی قسمت موها هست بغل سرم که بهتون گفتم باید چیکار کنید با توجه به خواب مو و خط رویش مو شروع میکنید سشوار کردن اگر خوابش رو به اگر خوابش روی ب... اگر خوابش مستقیم بود مستقیم اگر خوابش یه مقدار رو به پایین بود پایین و اگر رو بالا بود رو به بالا چون اگر برخلافش انجام بدید اونم توی اندازه مثلا قد موی کوتاه میبینید که مثلا خوابش رو به پایین اومده شما رو به با بالا سشوار کردی دیگه میبینی اینجوری سیخ شده زده بیرون حالا هر کارش کنید که حالت نمیگیره باید این سر رو بشوری دوباره حالت بدی به این نکات خیلی دقت کنید من سعی کردم توضیحات کاملی داده باشم که جای سالی برای شما باقی نمونه ولی خب اگر توی یعنی توی این مبحث توی این مبحثی که توضیح دادم برای ماه ساده چیزی رو متوجه نشدید میتونید کامنت کنید که, در... که من در ویدیوی بعدی براتون توضیح بدم چون واقعا بخوام این چیزها رو توی کامنت براتون توضیح بدم خیلی زمان میبره و وقتم کمه خیلی مخلصیم اه... تا دورید دیگر بدرود